سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. حمله اخیر ایران به اسرائیل و مثلا پاسخ اسرائیل به ایران تأثیرات زیادی رو بر بازار تجهیزات نظامی در کل دنیا داشته و امروز می‌خوایم به یکی از مهمترین این مؤلفه ها یعنی پهپادهای ایرانی و بازارشون در جهان داشته باشیم. یکی از بهترین تأثیراتی که حمله ایران به اسرائیل داشت سفارش سنگین چین و روسیه از ایران برای تجهیزات جنگی بود. ارتش چین 15,000 پهپاد انتحاری به ایران سفارش داده و روسیه هم قرار از ایران موشک‌های بالستیک خریداری بکنه. مقیاس اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل با بدترین سناریوهای آژانس‌های جاسوسی آمریکا مطابقت داشته. مقام‌های آمریکایی این اظهارات را در گفتگو با والستریت جورنال درباره حمله تنبیهی ایران به اسرائیل گفتند. والستریت جورنال نوشته که حتی زمانی که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌دونستند که ایران موشک‌ها را از انبار خارج کرده و روی پرتابگرها قرار داده، مقیاس طرح حمله ایران برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روشن نبود و بعداً شاهد پرتاب صدها پهپاد و موشک به سمت اسرائیل بودند. حمله طرفی جویانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل نشان دهنده پیشرفت ایران در استفاده از پهپادها هستش. در اقدامی بی سابقه ایران تعداد زیادی پهپاد به همراه موشک‌های کروز و بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب کرده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران در این حمله که شب 25 فروردین اتفاق افتاد، پهپادهایی مثل شاهد 136 و شاهد 131 مورد استفاده قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که تقریبا 170 پهپاد شلیک شده توسط ایران رو رهگیری کرده. علاوه بر این در ماه‌های اخیر ایران صادرات و کاربرد پهپادهاش رو در خارج از کشور افزایش داده. کارشناسان بیان می‌کنند که ایران گروه‌های نیابتی منطقه‌ای خودش رو با پهپاد مجهز کرده و از این تجهیزات در مأموریت‌های شناسایی، خرابکاری و حمله بهره می‌بره. همچنین تهران متهم هستش که صدها پهپاد شاهد 136 رو به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحویل داده. کارشناسان عقیده دارند که علی‌رغم نبودن پیشرفت‌های فنی چشمگیر در برنامه‌های پهپادی ایران، این تکنولوژی به یک تهدید مهم در منطقه تبدیل شده که نمونه‌های بارز اون حمله اخیر ایران به اسرائیل افزایش حملات پهپادی توسط گروه‌های تحت حمایت ایرانه. جان کر زیزانیاک، محقق در مؤسسه کنترل تسلیحات اتمی ویسکانسین در واشنگتن دی سی، بیان کرده که پهپادهای ایرانی مثل شاهد 136 در صورت استفاده در تعداد زیاد قادر به ایجاد خرابکاری‌های گسترده هستند. آرون آستین، رئیس بخش تحقیقات در مؤسسه پژوهش سیاست خارجی که یک نهاد پژوهشی آمریکایی هستش، اظهار کرده که پهپادهای ایرانی مثل تویوتای کورولا هستند. او به این خودروی ژاپنی اشاره می‌کنه که به دلیل قابلیت اطمینانش به صورت گسترده تولید و مورد استفاده قرار می‌گیره. آستین توضیح داده که این خودرو رو میشه در هر جایی دید، ساده و بی‌پیرایه اما کارآمد و مؤثر در رسیدن به مقصدی. به گفته او خیلی از پهپادهای ایرانی از قطعات پهپادهای تجاری و غیر نظامی ساخته شدن. آستین همچنین به خطراتی که پهپادهای ایرانی برای نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه اضافه میکنن اشاره کرده، به ویژه در عراق جایی که پایگاه‌های آمریکایی هدف حملات گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران قرار میگیرند. جرمی بینی از متخصصان مؤسسه امور امنیتی و دفاعی جینز در بریتانیا معتقده که پهپادهای ایرانی رفتار گروه‌های نیابتی این کشور در کشورهایی مثل عراق، سوریه و یمن رو غیر قابل پیش بینی کرده. او گفته که پهپادهای با قابلیت پروازهای طولانی میتونن به گونه‌ای تنظیم بشن که به صورت غیر خطی پرواز بکنن و از زوایای غیر متوقع به هدف حمله بکنن. او تاکید کرده که شناسایی این پهپادها سخته چون سیستم‌های راداری متداول بیشتر برای شناسایی تهدیداتی طراحی شدند که سریعتر حرکت کرده و دارای ردپای بزرگتر راداری و حرارتی هستند. به علاوه تجهیزات پدافند هوایی که برای مقابله با پهپادهای پروازی در ارتفاع پایین طراحی شدند، معمولاً دارای برد کمی هستند. این کارشناس دفاعی اشاره کرد که پهپادهای نسبتاً ساده مثل اونچه که در عراق و یمن مشاهده میشه به گروه‌های نیابتی ایران اجازه میدن که با حملات مداوم و پایین فشار مستمری بر دشمنان خودشون وارد بکنن.
یکی دیگه از موضوعاتی که توجه کارشناسان رو به خودش جلب کرده این هستش که ایران میتونه با بکارگیری پهپادها دخالت خودش رو در عملیات‌های منطقه‌ای انکار بکنه. در سال 1398 حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تولید نفت این کشور رو برای مدتی نصف کرد. با اینکه حوثی‌های یمن خودشون رو مسئول این حملات دونستن، اما دولت آمریکا ایران رو به عنوان عامل اصلی این حملات معرفی کرد. در آبان 99 یک پهپاد در نزدیکی ورودی منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر وقت عراق منفجر شد که منجر به زخمی شدن یکی از محافظان او شد. تعدادی از مقامات محلی گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران رو مسئول این حادثه دونستن، اگرچه که بعضی از گزارش‌ها اشاره داشتن که ایران فرمان این حمله رو صادر نکرده بود. در اردیبهشت 1401 ایران یک کارخانه تولید پهپاد در تاجیکستان راه اندازی کرد. در ماه‌های اخیر خبرهایی مبتنی بر فرستاده شدن پهپادهای نظامی ساخت ایران به نیروهای مسلح سودان هم منتشر شده. در فصل پاییز سال 1401 گزارش‌ها حاکی از این بود که پهپادهای مهاجر شش ایرانی در اتیوپی در دوران جنگ داخلی این کشور مشاهده شدند. در مرداد ماه همون سال دولت‌های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را به انجام حمله پهپادی به یک نفتکش در دریای عمان متهم کرد که در نتیجه اون دو نفر از خدمه کشته شدند. در شهریور 1401 سپاه پاسداران اعلام کرد در حمله به پایگاه‌های چندین حزب کرد ایرانی در کردستان عراق از پهپادها استفاده کرده. در 27 دی ماه همون سال حوثی‌ها در یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی مهم در امارات متحده عربی را پذیرفتند و اظهار کردند که این حمله با استفاده از پهپاد و موشک صورت گرفته. این حادثه باعث مرگ 3 نفر و آتش سوزی نزدیک فرودگاه ابوظبی شد. ایران متهمه که به گروه‌های حوثی در یمن سلاح ارسال می‌کنه. جرمی بینی بیان کرده که ایران که سالها تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشته، به توسعه برنامه‌های پهپادی به عنوان جایگزینی مقرون به صرفه برای نداشتن نیروی هوایی پیشرفته پرداخته. او همچنین توضیح داده که نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه پاسداران سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تولید و توسعه انواع پهپادهای رزمی انجام دادند. به گفته این کارشناس بعضی از این مدل‌ها مثل شاهد 129 به عنوان پهپادهای دور پرواز تجسسی و عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که بعضی های دیگه به عنوان پهپادهای انتحاری شناخته شدن که مشابه موشک‌های کم سرعت عمل می‌کنن و بعضی های دیگه پهپادهای استتاری هستن که برای نفوذ به فضاهای هوایی با حفاظت بالا طراحی شدن. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.